زندانی سیاسی دیگری که حکم اعدامش رو اعلام کردن در نامه‌ای دروغ پردازی ها و پرونده سازی های رژیم برای اجرای حکم اعدام رو افشا کرد. از جمله نوشت: هموطنان عزیز، دادستان تهران دولت آبادی در مصاحبه‌ای با مجله موسوم به پنجره که در کیهان مورخ 26/2/89 درج شده است، اتهام مرا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و تاریخ دستگیری مرا شهریور 88 اعلام کرده است، یعنی بعد از قضایای انتخابات، در حالی که تاریخ دستگیری این جانب علی صارمی 13/6/86 یعنی 2 سال قبل از انتخابات و رفتن من به شهر اشرف جهت دیدار با پسرم در سال 84 بوده و به خاطر آن دیدار چند روزه به 1 سال حبس محکوم شدم. دستگیری من در سال 86 به خاطر حضورم در گورستان خاوران بر سر مزار اعدام شدگان سال 67 بود. ولی آیا واقعا حضور بر سر مزار و یا هواداری یک سازمان و یا دیدار پدری با فرزندش از نظر شما محاربه و حکمش اعدام است؟ به همین دلیل اظهارات دادستان تهران بی اساس‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد و به قدری این اتهام بی اساس است که حاضر نیستند حتی حکم را به وکیلم ابلاغ کنند. حکم را بدون امضای من و وکیلم به تجدید نظر سوری و فرمایشی برده و تأیید کردند. با این حال فریاد می‌زنم که آنها حتی با اعدام و حلق‌آویز کردنم نمی‌توانند مرا و هموطنان آزادم را بترسانند، چرا که آنقدر آنها را ترسانده‌ام که مجبورند اعدامم کنند. چون تنها دلیل صدور چنین حکم‌هایی ترس آنها از وضعیت متزلزلشان است، نه انصاف و عدالت. حال به عنوان پدری که فرزندانش امثال فرزاد، علی، فرهاد، شیرین و مهدی را تازه به دار آویخته‌اند و هزاران فرزند دیگر را پیشتر از این، از من چه انتظاری می‌رود جز آن که به عنوان یک ایرانی موحد و آزاده فریاد برآورم: تنم گر بسوزی، به تیران بدوزی، کجا کی توانی ز قلبم ربایی تو عشق میان من و میهن من.